روابط مخفی نگه داشته می شود، اما سفارت اسرائیل در تهران میزبان مهمانی های پرهزینه ای برای مقامات دولتی ایران است. از طریق لنز دوربین های 8 میلیمتری زندگی اسرائیلی ها یک رویا به نظر می رسد. باورش بسیار سخت است که در ایران دشمن اصلی فعلی اسرائیل، شماره زیادی از اسرائیلی ها احساس می کردند که در وطن خود زندگی می کنند. אבל לא נולדתי באיראן כי הוריי הם פרסים. נולדתי באיראן מפני שאבא שלי היה בשליחות. הוא התחיל את הקריירה המקצועית שלו באגף המודיעין ובמוסד כמרגל. באיזשהו שלב נכונים יחסים דיפלומטיים רשמיים בין אש"ף, איראן, לבין מדינת ישראל. ואבא שלי מתמנה להיות נספח צה"ל בטהרן. והוא הופך את ישראל ואיראן לידידות, שהמשמעות של זה היא אספקה של נפט לישראל, המשמעות של זה היא אספקה אדירה של כל מה שאיראן צריכה מישראל. روابط این دوستان بزرگ، یعنی حکومت پهلوی و رژیم صهیونیستی، به زمستان سخت 1328، یعنی یک سال پس از اشغال فلسطین و شکل‌گیری اسرائیل برمی‌گردد. در 24 اسفند آن سال، نخست وزیر ساعد مراغه‌ای با انتشار بیانیه‌ای شناسایی دو فاکتای اسرائیل به معنای ایجاد روابط در سطح پایین سیاسی را رسماً اعلام می‌کند. دو سال بعد با تصمیم دکتر مصدق، شناسایی دو فاکتای اسرائیل مسکوت گذاشته می‌شود. اما کودتای 28 مرداد 1332 و بازگشت محمد رضا پهلوی به قدرت، زمینه گسترش مناسبات محمد رضا پهلوی و اسرائیل را فراهم می‌سازد، روابطی که البته محرمانه است و مردم از آن بی‌خبر. علت محرمانه بودن روابط پهلوی اسرائیل آشکارا به عقاید دینی مردم ایران باز می‌گردد. شاه با نوعی واقع‌بینی، جانبداری همیشگی ملت ایران از افراد مظلوم و طبعاً نفرت آنها از صهیونیست‌ها را درک می‌کند و حاضر نیست با آشکار کردن روابط خود با اسرائیلی‌ها اصطلاحاً تیشه به ریشه خود بزند. خب اسرائیلی می‌آمد در تهران می‌نشست برای ملاقات فلان اینا. اونم من اطلاع داشتم. اونم نصری به هم میگه با مهمون داری بشه. مهمون داری. این هواپیما با کالساین نیرو هوایی شب می آمد. مثلا برج صدا می کرد. میگه با هواپیما نیرو هوایی فلان هم شروع کنم. والا بارو بگفت. بعد هم کلش میگه موقع که میشست. مثلا یه رمپی بود که از باند خارج میشتم میگشتم به چپ میمادم تو باند رمپ ایرفورس. بدون اینکه برن تو ترمینال و تایره شون ببینه کسی تو تاریکی that Israeli foreign minister Moshe Dayan had come. گزارش‌هایی وجود دارد که موشه دایان وزیر خارجه اسرائیل اینجا آمده است تا با شما گفتگو کند. آیا می توانید درباره این گزارش توضیح دهید؟ گزارش‌های زیادی است که این روزها منتشر می‌شود. اگر ما بخواهیم درباره این گزارش‌ها توضیح بدهیم، خودمان بیانیه صادر می‌کنیم. می توانید بگویید هیچ برنامه‌ای وجود دارد که موشه دایان برای گفتگو نزد شما بیاید؟ الان نه. صهیونیست ها در حمله به مناطق و اردوگاه‌های فلسطینی و کشتار زنان و کودکان خشونتی مافوق تصور به خرج می دهند. دیر یاسین و کفر قاسم به عنوان دو نمونه از جنایات نیز کاملا محرمانه میماند. علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاد پهلوی، رئیس اداره کل خارجی سواک، رئیس دانشگاه تهران. ما یه سفر واقعا محرمانه به اسرائیل کردیم، به این معنی که هواپیمای نظامی، چون ما هواپیمای رسمی نمیتونستیم پرنشین بریم، با یه هواپیمای نظامی رفتیم به آبادان
و از اونجا از رو مسیر خط لوله نفت عربستان سعودی به مدیترانه که به نام تتلاین معروفه، تا از روی خط تقریبا رد میشدیم شبانه تا رسیدیم روی اورشلیم و یک مرتبه دیدیم چقدر اون زیر چراغ هست و الکتریسه. قبل از اون تو این طرف های اردن خبر اینا و خلاصه در نیمه شب اونجا پیاده شدیم در اسرائیل و اونها هم فوری برداشتن ما که اومدیم پایین، آرم هواپیما اینا رو همه رو پوشوندن با کاخاتی که دیده نشه و ما رو بردن به یک خونه ای که مال یکی از اشخاص ثروتمند اسرائیل بوده که اونا خونه رو خالی کرده بودن در اختیار ما گذاشته بودن که کسی نداره ما کجا هستیم. از روز بعدش هم با تمام مسئولای با رئیس سرویس اطلاعات اسرائیل ولی وزیر بازرگانی، وزیر دارایی و کارشناساشون آشنا شدیم. روابط با صهیونیست‌ها اگرچه مخفیانه است اما برای شاه اهمیتی راهبردی دارد. به همین علت نتایج سفر مقامات دربار به اسرائیل باید بلافاصله به اطلاع او برسد. بلافاصله شاه مطلع شده بود از این سفر، یعنی فوری بعد نتایجش. فوری یعنی وقتی که ما برگشتیم اومدیم به ایران، بازم شبانه اومدیم به آبادان، صبحش هم رفتیم به تهران، بختیار از فرودگاه یک راست رفت حضور شاه لگاس که تمام گزارش بده که بیشتر برای اونا جنبه سیاسیش و امنیتیش مهم بود. شیتوف پولا اسرائیل هایا ادیر זאת לא היה למעשה כמעט גנרל בכיר שם שלא ביקר בישראל או שלא ביקרנו אותו. נתחיל לפי הסדר, הרמטכ"ל מוטה ביקר שם. مخفی‌کاری پهلوی در روابط با صهیونیست‌ها تنها به دایره توده‌های مردم محدود نمی‌شود. دفاع از روابط با اسرائیل به گونه‌ای دشوار است که محمد رضا پهلوی ترجیح می‌دهد قراردادهای همکاری با دولت قاسب در مقاطعی حتی از چشم مقامات و مسئولان میانی رژیم نیز پنهان بماند. فرمودید که قرارداد ایران اسرائیل برای تحویل نفت و تشکیل شرکت مختلط به صورتی مطرح کرد که آنها که تصویب کردن نفهمیدن که چه تصویب کردن. چطور چنین چیزی ممکنه؟ کاملا ممکنه، برای اینکه صرفا گفتن که ما یه شرکت در سوئیس به ثبت رسوندیم برای بازاریابی و اینکه یه مقدار نفت خودمون تو بازارهای دنیا بفروشیم. اونا هم گفتن مبارک باشه. البته روابط اقتصادی و به ویژه نفتی شاه با اسرائیل بعدها به گونه‌ای گسترده می‌شود که پنهان کردن آن از دید مقامات میانی امکان پذیر نیست. وزیر اقتصاد پهلوی آن روزها را به خوبی به یاد دارد. مرحله بعد البته براشون فاش کردیم. برای بعد کاملا برایشون فاش شد که چون میخواستیم بریم لوله 40 اینچی بذاریم دیگه تعارف بر نمیداشت و دیگه روشن میشد، ولی برای اونا کاملا روشن کردیم که این مسئله محرمانه است ولی این کارا رو داریم میکنیم، اینم نتیجهشه، اینم بیلانشه. روابط نفتی پهلوی با اسرائیل بعدها بُعد استراتژیک پیدا می‌کند. در واقع اسرائیل با نگرانی دائم از تسلط مصر بر کانال سوئز به دنبال راه فراری از این بن‌بست سیاسی اقتصادی است. دربار و تل آویو برای حل این مشکل توافقی استراتژیک امضا می‌کنند. خیلی علاقه من بود که شما که می‌خواید نفت صادر بکنید به بازار اروپا، به بازار مدیترانه و اروپا، اینقدر تابع کانال سوئز نباشید. برای که توی جنگ اولی که در 56 داشتن که پان کانال سوئز بسته شد، بعدش هم همیشه این امکان بود که بسته بشه که اینطور هم شد در 67، ولی حالا پیش از 67 اینها اومدن که لوله بزرگ بسیدن، این دفعه لوله 40 یا 42 اینچی، لوله خیلی بزرگ گذاشتیم بین ایلات و یه بندری در کنار مدیترانه اشدود. با اسرائیلیا خیلی بیشتر چیز داشت، با عرب بیشتر احترام می‌ذاشت. خودش نمونه داری؟ نمونه چون رفتارش بود. من به سال‌های سال 5 سال اونجا در اسرائیل سر کنسول بودم. روابط پهلوی و صهیونیست‌ها علاوه بر ابعاد اقتصادی و به ویژه نفتی، در جوهره خود بر مبنای علاقه مشترک سیاسی امنیتی استوار است. از بعد سیاسی محمد رضا پهلوی اسرائیلی‌ها را عاملی کنترل کننده به شمار می‌آورد. کمک‌های نفتی، اطلاعاتی و تسلیحاتی پهلوی به تل آویو در جنگ با عرب از این منظر معنای حقیقی و استراتژیک می‌یابد. زمانی که جنگ 67 بین عرب‌ها و اسرائیلی‌ها انجام می‌گیره، ایران کمک میکنه به اسرائیلی ها. کمک ایران به صورت کمک های اطلاعاتی است، کمک ایران به صورت کمک های تسلیحاتی بوده. شاه اسرائیل رو تحسین میکرد. علت اصلیش هم این بود که اسرائیل موفقیت نظامی داشت. بعد از جنگ 6 روزه وقتی که ارتش اسرائیل تونست در مدت 6 روز 7 ارتش عربی رو شکست بده، شاه ایران دریافت که اسرائیل برگه ایست که میشه روی اون شرط بست.
اسرائیلی‌ها در مقابل کمک‌های شاه خدمات ویژه‌ای به وی ارائه می‌دهند. تلاش برای پوشاندن استبداد جاری در ایران و ترسیم چهره‌ای دموکرات از رژیم پهلوی در جهان از جمله این خدمات ویژه بود. دست‌نوشته‌های روزانه علم وزیر دربار در این زمینه نکات تأمل برانگیزی دارد. به اعلی حضرت عرض کردم اسرائیلی‌ها امروز می‌آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی ولی اساسی از ما کردند. می‌خواهیم چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جرایه، تلویزیون، دانشگاه و غیره. به شاه عرض کردم می‌پرسند شما می‌خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگوییم دموکرات. فرمودن بسیار خوب، همین خوب است. لابی صهیونیست‌ها علاوه بر تلاش برای ترسیم چهره‌ای دموکرات و پیشرو از محمد رضا پهلوی، برای گسترش روابط تهران با واشنگتن در تلاش است. وزیر اقتصاد حکومت پهلوی در سفر به آمریکا از لابی صهیونیسم کمک فراوانی می‌گیرد. تل آویو تحکیم روابط تهران واشنگتن را در چارچوب منافع خود ارزیابی می‌کند. سفر به آمریکا بختیار بود و یه نفر دیگه که اسمش نمی‌گم چون از طرف او اجازه ندارم که او در مورد مسائل حقوقی و غیره بتونه صحبت بکنه، من مسائل اقتصادی. سفر بسیار طولانی هم بوده. یک ماه طول کشید. در اونجا اسرائیلیا خیلی به ما کمک کردن. یعنی ما یه لیستی تهیه کرده بودیم که با کیا میخواییم تماس بگیریم، در جمعه های مختلف، دانشگاهی، عرض کنم حزبی، سیاسی، دولتی، غیره. اینها تمام اینا رو برای ما ترتیب دادن و خیلی وقتا به ما توصیه کردن فلانی یا فلانی رو ببینید خودم و خیلی به ما کمک کردن. رژیم پهلوی در گسترش مناسبات با تل آویو از تجربیات و توان اطلاعاتی امنیتی اسرائیل نیز بیشترین استفاده را می‌برد. افسران موساد با انتقال تجربیات ویژه خود در بازجویی‌های خونین از فلسطینی‌ها، مأموران ساواک را با آخرین متدها آموزش می‌دهند. ساواک و موساد دو قلوی امنیتی پهلوی اسرائیل ارزیابی می‌شوند. ساواک همون موساد ایرانی‌ها بود و سرویس امنیتی مخفی ایرانی‌ها. ساواک سازمانی بسیار قدرتمند بود. منظور شما از قدرتمند بودن ساواک چیه؟ روایت‌های مختلفی درباره ناپدید شدن افراد بیان شده. مردم می‌ترسیدند. این یه واقعیت بود که باید اون رو مد نظر قرار داد. مطبوعات اضافه می‌کنند که در حدود 40,000 زندانی سیاسی در ایران وجود دارند و صدها تن از مخالفان سیاسی شما به قتل رسیده یا تا سرحد مرگ شکنجه شدند. پاسخ شما به این اتهامات چیست؟ مسلماً برای من پاسخ دادن به این اتهامات آسان است و می‌توانم بگویم که این اتهامات صرفاً تبلیغات کمونیستی است که به گوش برخی از مردم رسیده و یا چاپ شده است. حس شما درباره ساواک چیه؟ من ساواک رو دوست نداشتم اما هرگز این مسئله رو بیان نکردم. من با رئیس ساواک روابط بسیار عالی داشتم و اون من رو دوست خودش میدونست، هرچند من حتی دوست نداشتم که توی یک کوچه تاریک با اون روبرو شم. قطعا همینطوره. در اون زمان خانواده های اسرائیلی که تو ایران بودن به علت روابط قوی که با رژیم ایران داشتن احساس امنیت کامل میکردن. مامورای موساد هم هدایت کننده این خانواده ها بودن. ما با ساواک ایران همکاری کاملی داشتیم. ساواک هم کنترل همه چیز رو در این کشور بر عهده داشت. موساد همچنین با کنترل بخش‌های اطلاعاتی ارتش پهلوی از نفوذ کم‌نظیری در ساختار کلان امنیتی ایران برخوردار است. سپهبد عبدالله آذربرزین آن روزها در صدد تشکیل سازمان ضد اطلاعات نیروی هوایی بود. یه دفعه شانس این افتاد که تو اسرائیل با یکی از اعضای قدم مال موساد بود. شروع کردم با این صحبت کردم، خیلی آدم مطلعه. بعد بهش گفتم گفتم من می‌خوام چند دقیقه وقت بگیرم، وقت اداری تو. رفتم توی این کار که من تصمیم دارم که این سازمان ضد اطلاعاتمونو از نو یه سرسامانی بهش بدم و درست کنم. اینا دوتا مسئله هست میخوام سوال کنم. یکی این که آیا دولت اسرائیل چون خیلی راورد نزدیک بودا بودم دولت اسرائیل میتونه کمک کنه به ما که آموزش بده بردم آموزشو گواره گواره با روابط که مادره این مشکل نیست بسا ما اصلا تیم میاریم در خود اونجا تشخیص میکنیم، آموزش میدیم. گفت تیم ما میاد اونجا آموزش میده برسه. فرمانده نیروی هوایی، فرمانده نیروی دریایی و دیگر افسران حرفه‌ای هم این کار رو میکردند. هزاران افسر ایرانی با ما دیدار میکردند. اساساً کار ما یک کار تمام وقت بود. با وجود تلاش‌های بی‌وقفه دربار، پایه‌های ظاهراً مستحکم روابط پهلوی اسرائیل با شکل‌گیری نهضت اسلامی ملت با لرزش‌های رو به تعمیقی روبرو می‌شود. مقامات صهیونیست برای حفظ متحد خود در منطقه ضمن دادن توصیه‌های امنیتی به محمد رضا پهلوی، او را به کشتار بیشتر مردم تشویق می‌کنند. اسرائیل روابط رسمی نداشت اما رابطه‌اش با تهران نزدیک بود.
آنها متحدان نزدیک بودند و مقامات اسرائیلی به ویژه سفیر آن در تهران به صراحت گفت که اگر بتوانیم نیروهایی پیدا کنیم که قادر باشند 10,000 نفر را بکشند، می توانیم در ایران نظم و ثبات برقرار کنیم. خشونت غیر قابل تصور پهلوی در مقابل قیام سراسری ملت راه به جایی نمی برد. شاه به امید تکرار کودتای 28 مرداد 26 دی ماه به خارج می رود. چند روز بعد نخست وزیر شاهپور بختیار ناتوان از رویارویی نهضت اسلامی با زبان خاص دیپلماتیک یک درخواست باور نکردنی از اسرائیلی ها دارد. آیا می توانید خمینی را از بین ببرید؟ من به جلسه دیدار با شاهپور بختیار نخست وزیر ایران دعوت شدم. به او گفتم که من مسئول تامین امنیت اسرائیلی‌ها در ایران هستم. به من بگویید که آیا ما می‌توانیم در صورت ایجاد وضعیت اضطراری روی محافظت دولت ایران حساب باز کنیم؟ اون گفت نگران نباش، همه چیز تحت کنترل ماست. اگر شما بتوانید درباره خمینی کاری بکنید. شما متوجه شدید که منظورش چه بود؟ نام این کار هشدار هدفمند است. صهیونیست ها از دادن پاسخ مثبت و عملی به درخواست بختیار وحشت دارند. ژنرال های پهلوی به مقامات سفارت اسرائیل در ایران میگویند خودشان ترتیب کار را میدهند. در 1 فوریه خمینی وارد ایران شد. ژنرال های ایرانی یعنی خسروداد و ربیعی به من گفتند که وقتی هواپیما فرود اومد اونها کنترل هواپیما رو در دست خواهند گرفت. انقلابیون رو خواهند کشت و اجازه خواهند داد که خبرنگاران از این اعدام فیلم بگیرن و اونها سپس به فرانسه باز خواهند گشت. من گفتم میرم تا ببینم. من به همراه گزی در بنای شهیاد ایستادیم. هواپیما فرود اومد و یک هلیکوپتر رسید. به جای اون که اون رو بکشن طرح اندکی تغییر کرد. ژنرال تصمیم گرفت تلاش کنه تا جون خودش رو نجات بده. امام خمینی با اقتدار و آرامشی مثال زدنی به میهن باز میگردد. درگیری ملت با رژیم به روزهای اوج خود رسیده است. ماموران امنیتی سفارت اسرائیل این روزها بیشتر از پیش به میان تظاهر کنندگان می روند تا از تحولات پرشتاب میدانی تحلیل دقیقی داشته باشند. جنبندی آنها عجیب است. هیچ نیروی در دنیا قادر به متوقف کردن این مردم نیست. یه روز صبح من همراه با یکی از محافظای امنیتی بیرون رفتم. ما اوورکوتا و کتونی هایی رو که ایرانی ها می پوشیدن به تن کردیم و بیرون رفتیم. ما ریش خودمون رو نزدیم و چهره ما ایرانی بود. ما شروع کردیم به قدم زدن در خیابون و من گفتم ببین یه جای کار ایراد داره، چون ما تنها افرادی هستیم که تو خیابونیم. خیابون خیلی خلوت بود. به همین ترتیب تظاهرات شروع شد. برای 1 یا 2 دقیقه وقفه و خلأ ایجاد شد، ولی در ادامه دیدیم که حدود 20 دانشجو در حال دویدن به سمت ما هستند. خیلی سریع میدوند و به ما میرسند و ما رو همراه با خودشون میدونن و میبرن. در چهارراه بعدی یه گروه دیگه بودن. ما در ادامه مشاهده کردیم که نیروهای ارتش به سمت ما حرکت میکنن. ما به عقب رفتیم. اونا تیراندازی کردن. چه تیراندازی هم بود. خیابون پر از مردمی شد که جسدها رو از روی زمین بر می داشتن و با همون جسدها به سمت تیراندازی می دویدن. کشته ها یکی دوتا هم نبودن. من به یاد میارم که من و اون فردی که همراهم بود به یکدیگه نگاه کردیم و گفتیم اگه اونا اینگونه به سمت تیراندازی می دوند هیچ نیروی توی دنیا نمی تونه جلودار اونها بشه. تسلیم دربار در مقابل خواست آمریکایی ها مبنی بر عدم پیگیری قضایی جرائم اتباع این کشور در ایران نوعی سرشکستگی ملی محسوب می شود. آیت الله العظمی روح الله الموسوی الخمینی 4 آبان ماه 1343 به دفاع از حیثیت ایرانیان برمیخیزد. آرامش ظاهری دربار به هم ریخته است. عزت ما پایکوب شد. عظمت ایران از بین رفت. عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از تکهای امریکا پست‌تر کردند. اما اگر این مملکت اشغال امریکا است، پس چرا اینقدر در بدنی کردی؟ پس چرا اینقدر در تلفی می‌زنی؟ اگر این مستشاران نوکر شما هستن، پس چرا ارزوها بالاترشون میکنید؟ آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکا، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل، از یکجاری آمد امریکا. خود من اونی که دقیقا یادمه رفتم خدمت ایشون، ایشون منو فرستادن مشهد.
و من رفتم مأمور شدم که برم خدمت مرحوم آیت الله میلانی که اون وقت شخص اول در مشهد بودن و بقیه علمای مشهد و به اینها چند موضوع رو بگم که موضوعها سری بود اون روز. یکی مسئله دخالت سیاست‌های اسرائیلی و امریکایی در مسائل ایران بود که اینو لازم بود من برم تفهیم کنم به آقایون و براشون تشریح کنم. دوم این بود که تمام منبری‌ها و مجالس روزخانی بایستی وقف بیان حادثه مدرسه فیضیه بشه و کلن منبری‌ها در این جهت مطلب آماده کنن و حقایق رو به مردم بگن. انقلاب اسلامی به پیروزی میرسد. پرچم فلسطین در بالای ساختمان سفارت اسرائیل به اهتزاز در میآید. فصلی کاملا متفاوت در روابط ایران اسرائیل آغاز شده است. موشدایان انقلاب اسلامی را زلزله‌ای توصیف میکند که سراسر خاورمیانه را خواهد لرزاند. آخرین بازماندگان روابط فروپاشیده پهلوی رژیم صهیونیستی مخفیانه ایران را ترک کنند. اسرائیلی هایی که در تهران گرفتار شدند و ماندند مجبور شدند برای 8 روز یا بیشتر مخفی باشند، اما در ادامه آمریکایی ها آنها را نجات دادند. در 18 فوریه 1979 میلادی آنها به فرودگاه رسیدند. ما مجوز پرواز دریافت کردیم. در داخل هواپیما همه ساکت بودند. هیچ صدایی شنیده نمیشه. هیچ کس روی صندلیش تکون نمیخورد. من نمیخوام بگم در این ماجرا ما تحقیر شدیم. نمیخوام بگم تحقیر شدیم.